میگم استاد دوباره این بنده خدا اومد یا حاجی جان تو بوت عزیزم بدون سفر من دستت خانم سفر حسابمون زیاد شده تا آخر ما تسویه میکنم جانس کان نسیه و این بهش نقد است موسیو یه دهن مهمونمون کن این تنور رو نقد حساب کن صبح کالگ سهر فقط صدای خروس در میاد بلبل به ساعت عشق آواز میخونه ساعت عشق تو عشق موسیو مهمون داری بیشتر بده نه تنهام نون داغ دادی دستم شعر داغ چی داری دیگه طبعم خشکیده موسیو پس طب تو هم خشکید بعد از اون داستان ای داد بیداد بذار بجاش یه شعر از فرخی یزدی برات بخونم میگه هر جا سخن از جلوه آن ماه پری بود کار من سودا زده دیوانگری بود پرواز به مرغان چمن خوش که در این دام فریاد من از حسرت بیبال و پری بود گر این همه وارسته و آزاد نبودم چون سرو چرا بهره من بی ثمری بود ها چه عجب گوشی رو برداشتی؟ چطور بود؟ تعریفی نیستم بازار خرابه موسیو تو هم که دیگه دوتا ساز و یک صدا نمیتونی بسازی کارخونه که نیست داسته ببین حالا من دو سه تا ستار ساختم خوب نشده میخوام یه تار دست بگیرم گوش کن یکی دوتا مشتری شهرستونی دارن خیلی هم حالیشون نیست اگه بجنبی میتونم بهشون بفروشن ببین رسولی من نسیه زیاد گرفتم تو که همیشه پیشخور میکنی برای خریدن چوبم دیگه پول ندارم خوش کن موسیو نه اتن 200 میفرستم چوب تهیه کنی تا دستوبالم باز بشه بقیهش هم واسط میفرستم بشید لخ موسیو گوشو دستته الو استاد این ساز قیمتش چنده؟ این آخرین کار منه 3 روش کار کردم البته قابل شما رو ندارم قربونت این اوضاع احوال صابونم اصلا من افتاده به همه گرسه دروانه میکنه این چه خبرته مگه طلب داری؟ ناسلامتی مجانی به اونجا داده ها الان باز میاد بیرون میگه بابا افتخار و سلطانه این چی رو تو میگه افتخار و سلطانه برای این که همچین مفت و مجانی هم نباشه دیگه بخره موسیو هم اهل عشق و دله خیلی بی نمکی چتونه بابا مثل اینکه ایشون هم از این گریگوری راسپوتین بدش نیمده اون کاراش مرد که خله دیمونه بسه دیگه رضاه غلط کردم بابا ول کنین بقیه کجا میان الان سر خیابون بودن نمرده باشه باه باه افتخار و سلطان خانم بفرمایی جانس بفرم بریم بریم بارف سلام بارف بارف ببینیم براتون چی آوردم چی هست پنیر درجه یک محلی باه باه شرمنده کرده ما رو افتخار خانم اختیار نداری اومم که گاب خوش آب و آلافیم هرچه باشه میخوریم شکم نیست خرابه است ها چی؟ این اتاق قادقانه برو سر کار خودت افتخار سلطانه خوب باش چرا اون وقت؟ عجیبه برای اینکه سر بریده دارم توش اگه برات سیر افتخار بخونیم اون وقتی
پی میگی بی خودی حساسی، بیا ببین آخه چی شده مگه؟ خود پری هم داره میده دمپقی ها رو. آره باهم. قیمتش چنده؟ مطیع ورده ببه، قابلی نداره. میشه بری من باشد و آمازی من. حالت خوبه ها؟ ها؟ میگم حالت خوبه ها امو؟ واسه خودت میخونی میخندی؟ آخی من گنج پیدا کردم. زیر خاکی پیدا کردی؟ نه بابا، زیر خاک برای اهل خاک خوبه، ما که روی خاکیم. ها این گنج مانه. اسم چیه؟ علی اکبر. چی؟ علی اکبر اسم خوبی. علی اکبر. شفر من باشد و آمازی من افتو که نیم ده صبح و در چاه انداز امشب ببر من از تو آمایه صبح در چاه دار ای روشنی صبح به مشرق برگرد ای ظلمت شب با من بیچاره بساز امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خواب طبیبم بریم چای بخور. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، با اجازتون باید برم، باید برم دنبال مرضیه. عشقته؟ زندگیم آقا. شون چامردی. خب چقدر میشه؟ خب شما که با عشقی هرچی کرمته. پس هرچی که دارم باسه؟ دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. خدافز موسیو. بیا بریم بلش کن نمیشنم. بچه ها خدافز. موسیو خدافز. موسیو خدافز. یه شب ما پشودیم اومدیم اینجا و بیم وحظمون اینه، راست میخوابیدیم لیوان میرفت تو دست، چپ میخوابیدیم پوستخمه میرفت تو گوشمون. نه قرن ازن سعیف تو رو خدا.
شمس تبریزی هم که بی نصیب از پوست تخمه نذاشتی. ببخشید. این کیه؟ کدوم؟ همین بنده خدا. عارف قزوینی. من فکر کردم خودتی، تئاتری چیزی داری قیافتو اینجوری کردی. نه بابا، اگه من جای این بودم که دیگه غمی نداشتم. فقط یه نمه سیبیلام داره شبیه میشه ها. خوبه بابا، اگه تو جای اینی پس حتما اون یکی هم منم. ای وای ببخشید. بلش کن، برمیدارم خودم. نمیخواد به اوور داشت. داداش، بله. میخوام زن بگیرم. مبارکه انشالله. میخوای زن بگیری بیاریش تو این آقل؟ اه، برادر من، شما خودت فورم مزوج شدی که خونتون کوچیکتر از این بود. شما دیگه چرا عاشق؟ داداش من، زن داداش شما وقتی با من ازدواج کرد با طیب خاطر و رضایت خاطر بلند شد اومد تو اون جای کوچیک. ولی خانم شما قطع به یقین پا نمیشه بیاد توی همچین خرابی. اومده دیده اینجا رو. یا ابوالفضل، خاک به سر من کنه. دختر نامحرم و برداشتی آوردی اینجا تو؟ تنهایی که نیومده قربون شکلت، با گروه اومدیم اینجا نشستیم تمرین کردیم. نه بده من، ولش کن. دارم میشورم یه دستم کفیه دیگه، دارم خودم میشورم. بذار من بعد کلی ظرف بشورم. والله به خدای همسایه ها حق دارن صداشون در میاد. دختر نامحرم و برداشتی آوردی اینجا بعد با ساز و دهل؟ بابا ما دو سه روز تا جای تمرین گیر بیاریم اومدیم اینجا تمرین کردیم. این صابخونه یه بهونه کرده پدرم اونو در آورده. من نمیدونم دیگه داداش. ول کن، برای چی ظرف میشوری داداش؟ برای اینکه کثیفه، برای اینکه کی میخواد اینا رو بشوره؟ 10000 تا ظرف کثیف دیگه هم هست. خودم سر صاف میشورم. دست در نکنه، بشور دست تو. چی بگم والا؟ چی بگم؟ من نوکرت. آقا جان، اصلا میدونی من چی میگم؟ جونه من میگم بلنشین بیاین خونه ما، قدمتون هم سر چشم، راحت اونجا کارتون رو بکنیم. بلنشین بیاین قوم تمرین موسیقی کنیم. درست آخه حرفایی میزنی، خب معذب میشین اینطوری. فقط سعید جانم لحظه نگاه کن منو. بگو بابا اگه پول داری یه مقدار به من بده، این کنسرتمون برگزار بشه، تو این دو سه روزه من دهن صابخونه رو ببندم، بعد که کنسرت برگزار شد بهت میدم. من پول منبر رو بردارم خرج لهو و لا اله من قاچاق. بابا تو که وضعیت منو میدونی قربونت برم. داشتم که من مشکلی نداشتم که، دریغ نداشتم که عزیز دل من. درو نکن، صابخونه از ولش کن. ببین آقای مد جان دلم. سلام علیکم حاج آقا. جونم حال شما خوبه؟ خوبه، سلامت باشین. خیلی متشکرم، ببخشید مزاحمتون شدیم. خواهش میکنم بفرمایید. آقا رضا تشریف دارن؟ آقا رضا هم بله تشریف دارن. آقا رضا با شما کار دارن. چشم آقا، چشم. دو سه روز دیگه به من فرصت بده. چشم آقا رضا، مسئله من مسئله پول نیست. همسایه از دست شما ناراضیه. درست میشه بابا، نه سر صداتون میذاره این همسایه آسیه. همین که رفت آمده این مشکوک داری. چه رفت آمده مشکوکی؟ الان اخبیه ما مشکوکن، سرمایه مملکت مشکوکه. رضا جان اخبی تو راسته؟ بله آقا، من مخلص شما هستم. ایشون که تاج سر بندن. من رفیقای دیگه تون عرض میکنم آقا رضا. من رفیقای دیگه تون عرض میکنم خدمتتون. والا هر جا بخوام خونه اجاره کنم باید کلی پول پیش بدم. آقا جون من این ماشین رو میفروشم، کم کمش 5-6 میلیون تومان حالا دستتو میگیره، کارت راه میفته. آقا جان داری نون زن و بچه‌تو با این ماشین در میاری؟ آخه من که راضی نیستم اینطوری. خودم یه کاریش میکنم، مثلا این سازه رو میفروشم. خدا پدرتو بیامرزه، خدا پدرتو بیامرزه، این سازو بفروش. اصلا بیا رو همین ماشین کار کن، به خدا قسم خودت میبینی برکتش هم بیشتر. درشو ببندین چی درست میشه؟ همه چی درست میشه. شما بیا ما برات توضیح میدیم. کار کردم، کم فروشی کردم، گرون فروشی کردم. تو چیکار داری؟ بیا بهت میگم. این واحد براش تخلف گذاره شده. بیا بریم معلوم بشه. اینجا بس که ظاهرا فقط نونوایی نیستش. بیا بریم. بریم ما بازی بیاد. شما کجا میای آقای جون؟ به کارت برس. من خودم درستش میکنم. بفرمایید. اینجا شما اینو بزن به پای حساب ما. این که شعر نمیگفت. چه میدونم، میگن قضیه سر آرد آزاد و دولتیه دیگه. هر کی زنگ میزنه میای مغازه مردم میبندی. این چیه؟ نونواییه دیگه. من نمیدونم، خودت در میبندی یا زنگ میزنم به کلانتری میام ببندم. آره زوریه. آره آقا جان زوریه. چی کردن کلوفتی؟ بریم ببینم. درو به من وای جان، برو خونه یه کاغذم بچسب، هر کی نون خواست بیاد دم اداره ایشون. ول کن دیگه. چیکارش داری؟ هر لحظه مزن در که در این خانه کسی نیست. بیهوده مکن ناله که فریاد رسی نیست. شهری که شه و شهنه و شیخش همه مستند، شاهد شکند شیشه که بیم اساسی نیست. آزادی اگر می طلبی غرق به خون باش، که این گلبن نوخاسته بیخار و خسی نیست. دوست که نیستی؟
من دوز نیستم. مامور خواست رشوه بگیره، منم کتکی زدم. پس دست بزن داری؟ نونوای رفیقمه، زدنش منم زدمشون، خرکیچش کردم، نونوایشو بستن. یحتمل نونو به نرخ روز نمیخورده، نونو باید به نرخ ساعت و دقیقه خورد، اگر نجات اینجاست. تو چی کار کردی؟ قدره کشی ها؟ کاش بودم و میتونستم اقلن یه نفرشون رو از روی زمین بردارم. دعوا کردی؟ ماس کردی؟ عربده کشیدی؟ چی؟ نه، شعر گفتم، روزنامه نوشتم. آه، شعر گفتی؟ برو شکر خدا اون که هنوز زنده ای. هزار بار بود به از صبح استبداد، برای دست پا بسته شام آزادی. اگر خدایی به من فرصتی دهد یک روز، کشم ز مرتجعین انتقام آزادی. من شعر این شعر رو میشناسم، تو کی هستی؟ تو وقتی من و این شعر رو اینجاییم، من هیچی نیستم. فرخی کار اون بیشرف هست؟ کار یه وکیل از خدا بیخبر مجلسه. در نطقم به مقام شامخ سلطنت توهین شد، آقای وکیل خونش به جوش اومد، مشتشو کوبید وسط صورتم. بگو گلدنگ آشمال، وقتی مال و ملال مردمو میبرن چرا خون کثیفت به جوش نمیاد؟ فرخی یزدی، یا بیرون بکن! آره بیرون! آره بیرون! دستور مقام عالی سلطنت این زبون دراز حق خروج از این خونه رو نداره. اگه ببینم یا بشنوم کسی یا کسانی برای خبرچینی به این خونه رفت آمد میکنن، به جرم توطئه علیه مقام عالی سلطنت و کشور، حکم دارم که هم تو و هم این کله خر یا هر کسی که به شما همکاری میکنه رو خلاص کنم. این کارو نمیفهمم چی دارم بهش میگم. پس به ضمانت تو، نقد ملاقات با کسی رو داره و نقد داره از این خونه خارج بشه. شیرفهم شد؟ با تو هم شیرفهم شد؟ برای چی داره اومدی اینجا؟ مگه دنبال یه جایی موقت نبودی؟ خب این همه اتاق خالی خونه هستی. من اینجا نمیام پری. او مأمور بازی شده. بی خیال شو برگرد بریم. بی خیال شو جونم. خب به ما چه؟ حتما یارو بدهکاری چیزیه. منم بدهکارم. صد بار بهت گفتم من نمیام خونه موسیو، برگرد بریم دیگه. من الان میرم صحبت میکنم، تو هم هیچی نمیگی. سرتقی دیگه. این چه سنام؟ هی شما مدام قدم میزنید، براتون خوب نیست؟ برام خوب نیست بشینم ببینم چه بر سرمون میاد و دم نزنم. این تنها چیزیه که حالمو خراب میکنه. اینا باید از این عمارت خارج بشه. نمیشه جانس، اگه ببینن یه خط شعر از این در بره بیرون، سر کارمو میفته با اجنه. ندیدی مثل گرگ زوزه میکشیدم؟ من از آجان جماعت نمیترسم، اونان که از من میترسن. آخه من نگران شما هستم. خوبه خوبه، پس حرف همو میفهمی. تو نگران منی، من نگران این خاکم. هنوز اونجان. من نمیدونم اینا برای قضا، قضای حاجات نباید برم دستشویی؟
اینا احتیاجی به بیت الخلا ندارن، هر جا بخوان خودشون رو خلاص میکنن. مملکت شده مبال. من که فقط برای خرید میتونم برم بیرون، برای شما هم که قادقانه. پس چه کنی؟ من چه کنم؟ خاموش بمونم تا بمیرم این خوبه؟ لبامو دوختن تا نگم و نخونم اما افاقه نکرد. حالا در این خانه ملال بر جانم افتاد، ملال بر جانم افتاد. شاید افتخار بتونه شعرهای شما رو بیرون بباره. هر وقت از مردان کاری بر نیاد باید روی شجاعت و مردانگی زنها حساب کرد. سیو میدونی زنها کی جسور میشن؟ وقتی عاشق بشن. افتخاره. جواب سوالی اینه بگه بابا خدا پدر من نبوده، من میدونم کاری میکنه اینا، من حکم جلبش داره الان یه هفته از دنبالشم. نه با درست میکنم چه آرینرس. آجانا مراقبم؟ مراقب نه، مزاحم. پریشونی؟ نباید باشم. شنیدم شاعر لبدوخته مخالف حکومت رو اینجا پناه دادی. آجانای مزاحم دار جریانه. به هم گفتن مراقب باشم، گفتن ممنوع الملاقاته، گفتن حکم تیر دارن، اگه از اینجا خارج بشه در دم خلاصش میکنن، گفتن شمارم زیر نظر دارن. بخوردم. ببین امید من استاد به توه، تو هم که از همین حالا ترسیدی جانس. از که تا حالا به ضعیفه ها امید بستی؟ میدونی اون کی است؟ ببین حرفایش من تو توی خلوتم جرأت گفتنشو نداریم. اون چشم تو چشم با فریاد میگه. کجا؟ میخوام ببینمش. تو که بگی آجانا گفتن نمیشه دیدش. تو هم که گفتی آجانا گوه خوردن. چون عده‌ای هستند که نقدهای اساسی بر شما و کلامتون دارند. اگر امروز مملکت روی امنیت دیده به خاطر شاهه. شما اینها رو نمیبینید؟ امنیت یعنی چی؟ از اول این واژه رو درست برامون معنی نکردن. امنیت یعنی من، شما و موسیو بتونیم حرفمونو بزنیم و کسی ما رو کتک نزنه و تمشیت نکنه. این ما نیستیم که امنیت داریم. دزدان سرمایه و ثروت این ملکن که امنیت دارن. حتی نمیشه بهشون خورده گرفت. امنیت یعنی میرزاده عشقی زنده باشه، بهار در تبعید نباشه، عارف در عزلت نپوسه، چوب حراج به کشور نزنن. طبع شعرتون به کلامتون رنگ شعار داده جناب فرخی. امنیت برای مردم معنای دیگه ای داره، یعنی بتونن کسب و کار کنن، بتونن در کوی و برزن بی تهدید راه برن، بتونن شبها آسوده بخوابن و هر کسی هر گوشه ای از این مملکت برای خودش علاهده قانونی نداشته باشه و ادعای حکومت نکنه. اینها بدیهیات هر دولت و حکومتیه بانو. ما همیشه به حد اقلها راضی شدیم در این خاک. گدای امنیت، گدای آسایش، گدای عشق، گدای شعر، گدای موسیقی و نوای خوش، ما رو گدای همه چیز کردن. ولی من حق رو گدایی نمی کنم که حق رو به تکدی به دست نمیارن. موسیقا چیک از شما خواهشی کرد تا منو یاری کنید. این گدایی استمداده که من نمی پسندم. پس به زبان خودم میگم، شما وظیفه میهنی دارید تا این کار رو انجام بدید. اگه قبول کنی منم هستم با تو. اگر قبول کنی جانت در خطره، اما جان گلیست که با خزانی میره. در گلستان ایران هر پرندهی شاعر و مدیح سرای گل و بلبله، اما تنها یک مرغ شباهنگ وجود داره که حق حق میکنه. من همیشه شیفته اشعار شما بودم و دلم میخواست بدونم آیا خودتون هم به شجاعت اشعارتون هستید یا خیر؟ چی دیدی؟ آزادی بوف کور چه ارزشی داره وقتی عندلیب به وطن در بنده؟ آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود زجان شستم از برای آزادی، تا مگر به دست دارم دامن وصالش را،
میدوم به پای سر در قفای آزادی. در محیط توفانزای ماهرانه در جنگ است، ناخدای استبداد با خدای آزادی. نه واقعا حیف تو نیست خودتو به این خفت و خاری میدادی. کدوم خفت و خاری؟ کدوم؟ خیلی خب اینم از این. ببینم چی واسه هم آوردی. نگاه کن باز که دسته تاب داره که زحمت ما رو زیاد میکنی موسیو. خفشو زیر نزن. چی؟ گفتم خفشو. این سازمانه؟ بله. چطور مگه؟ پس چرا مار تو روشه؟ ببین موسیو دبه نکن، قرارمون همین بوده، تو ساز درست کنی من بفروشم به نام خودم. اگه مشتری بپرسه من بگم یه خول مشنگی مثل تو که تو یه آغل زندگی میکنه درست کرده، مشتری عقلش به چش بشه. تو فکر میکنه واسه چی من این همه هزینه کردم؟ اگه این دکوراسیون نبود که این ساز تو رو دو قرونم نمیخریدم. تو دروغ میگی، ساز منو بالاتر میفروشی. این حرفا رو تو گوشت خوندن که میونه ما رو خراب کنن. کجا میبری این سازو؟ این ساز مال کسیه؟ برای افتخار ساختم. تو گفتی ساز بیارم که اینجا روش الگو برداری، گذاشتی برای فروش؟ افتخار دیگه که اون به تو ربطی نداره. صبر کن ببینم. اینجوری نگاهم نکن، میگم به جون یه دونه دخترم فروختم. باشه مال تو، من ناخون انگشتم رو این ساز گذاشتم. یادت باشه تو جون دختر تو، پس حق توه. چی اومدی اینجا؟ این دفعه به چه دل باستی؟ روی ما را زمین نندازید، امشب را بد بگذرانید. با بدان بد میگذرد، با تو که ایام به کام است و بخت رام. لباس نو نداشتم، خانه مزین است و نظیف و من هیچ وقت خادم و لباس نبودم. نفرمایید، شما که قلندرید و صاحب مقام، ناخدای کشتی هنر. ما عمله ایم، عمله نامیست که بر ما نهاده اند. نه قدر من میدانند، نه مزد من میدهند. مورخان از ساهم همین را مینویسند، عمله طرب، و اتا هم همین را قرائت میکنند. خودت را خر نکن، این شغل نان که ندارد هیچ، نامش هم سن نار نمیارد. ببین به اینا فکر نکن، به من بگو چی هست که تو این همه قریه داری؟ بانگ مادرزاد را هم عشق بلبل میکنه. فرمودید عشق
آدم گنج و بلبل میکنه. اما نمیدونم این همه عشق رو از کجا آموختید؟ عشق را من نخواستم، او مرا خواست. میدانی در همه عمرم در چه حسرتی بودم؟ من فقط میدونم که همه عاشقای این مملکت تصنیفای شما را زمزمه میکنن. مطربان خلوت پسمانده غذای شاه را میخورند و برای شاه شادی خلق میکنند. شاه شادی میخورد و اسباب غم مردم فراهم میکند. کار عبسی است. این صنعت این شاگرد کمترینه. از غم عشق تو ای سنم روز و شب ناله ها می کنم، روز و شب ناله ها می کنم. من از غم عشق تو ای صنم روز و شب ناله ها می کنم، روز و شب ناله ها می کنم. از قد و قامتت هر زمان سر قیامت به پا می کنم، صد قیامت به پا می کنم من. دست و بر زلف تو می زنم ای جانم، روز خود را سیه می کنم، روز خود را سیه می کنم من. عمر خود را تباه می کنم من. حقیقت را بگویم موسیو، پرسان پرسان به در خانه شما شدم. قدم رنجه کردید. خواهان ملاقات با فرخی یزدی هستم. فرخی؟ شاعر با قریه میهنی؟ نگویید که نمیشناسید، شنیدم در خانه شماست. من مثل شما اهل موزیک و طرب هستم، با سیاست میونه ای ندارم. از غم عشق تو موقع خوندن استاد، موقع آزمایش ساز، وقت دار زدن بود. این پیرمرد شندر پندری کجاش به استادا شباهت داره؟ نه سازش کوک نه آوازش مطلوب. تازه مردم چی میگن؟ پگاه نشده چون میفته که خانه شده مطرب خانه. ساز و آواز که به در شد هزار بساط دیگه به پا میشه و اون چه نمیمونه آبروی ما. من میگی افتخار، تو استادو نمیشناسی؟ اتفاقا خیلی خوب میشناسم این ملای لعن شده رو. این همون نیست که شب مهتاب حبیبش رو از مردم کوچه و برزن میخواد؟ همون که عاشق مرضیه دختر بدنام محله جهودا و مطربای شهر شده؟ این که تو میگی همون کاریه که عوام و درباریا با هنرمند میکنن، شهد جونشو میمیشن، خودشو توف میکنن. افتخار، این شیده است، سرور شعر و موزیک. اون موقعی که مردم از حبس و شکنجه به خاطر مشروطه تو حسرت آرزوهاشون جون میدادن، اون با هنرش امیدو به دل آبار گردوند. با قلندر ما مهربون تر باش. ترسم از زخم زبان همسایه هاست. کدوم همسایه؟ آفتابی نیست که سایه ای باشه. ببین داستم از تیغ و درفش پاره است، پاره است. دل من خون، تو داغ به دل یخ میذاری؟ تو فقط یک بار
فقط یک بار به ساز استاد گوش بده. ها در زم گرسنم هستم. مطبخ خانه توست، بارگاه سلطان که نیست. تو بخوای میشه. خانه که نیست، کاروان سرای عباسیه. شاعر میره مطرب میاد، مطرب میره شاطر میاد. میترسم آخر دست مرزی این رقاصه جهودو بگیره بیاد. میونه این همه زن حالا چرا کلیمی؟ این قصور از من نیست، حسن مملکتی که همه با همیم، کلیمی و مسلمان و مسیحی، از یک دکان میخریم و بر سر یک سفره مینشینیم. کیه کیه در میزنه، من دلم میلرزه. آی در و بالنگر میزنه، من دلم میلرزه. کیه کیه در میزنه، من دلم میلرزه. آی در و بالنگر میزنه، من دلم میلرزه. عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما چنینه. ای پری بیا. نرگس مست تو وان بخت من خرابه، بخت من از تو و چشم تو از شرابه. آه کیه کیه در میزنه، من دلم میلرزه. آه در و بالم گر میزنه، من دلم میلرزه. به خدا همین که باید برم خونه موسی و خاچیک هم خونه اون بشم، یه اون بس سالم بد بشه. با خودمون کم خلیم، بعد بریم با یه خلوچل دیگه هم بنشیم. به پات میشینم آق رضا. انقدر میشینم تا از حبس خلاص شی. تو هم باز قول بدی دیگه نری تو اون کافه. قول میدم آق رضا جونم، قول میدم. فده شاخ سیبیله. اخماتو واکن. خودم میرم رخ میشیرم، کار میکنم، حق اون صابخونه نوع جنسو میذارم کف دسته. خدا داداش سعیدم راست میگه. من 5 سال پیش به جای اینکه 7 میلیون بدم ساز رسولی بگیرم، بعد یه پراید میگرفتم الان 20 میلیون شده بود. خب ساز رسولی هم الان 20 میلیون ها. ولی از اون میشد پول در آورد. با سازم میشه پول در آورد. آره خیلی. نه اینکه مدام در حال کنسرت دادنیم، تیراژ آلبومامون رو میلیونه. بالاخره کنسرت میدیم. این دفعه که داریم آهنگ قدیمی ها رو کاور میکنیم 100% مجوز میگیریم. اون بارم مجوز داشتیم و شب اول اجرا ریختن کنسلمون کردن. ما توی اون اوضاع شرایط که اصلا نمیشه کنسرت داد. تو هم که همش فاز منفی میاد. به جان خودم میخوام سازه رو بفروشم. برم اونور بخونم. سازم اونور دارم، برم تو پی ام سی بخونم. بسته، دارم جدی حرف میزنم پریما. خب چرا داداشت کمک نمیگیری؟ بالاخره خرش که میره نه؟ آره خیلی خرش میره. از اون حرفا زدی ها. اون سعیدو نمیشناسی، اصلا اهل سوء استفاده نیست. اگه این کاره بود که رو وانت کار نمیکرد. پاشو. پاشو بریم تا نایمدم بهمون گیر بدم. به چی مون گیر بدم؟ به من، به تو، به این ساز، چه میدونم؟ آه یعنی چی؟ این حرفه چیه؟ ما به هم محرمیم. با همون یه جمله که خانداده شما خون محرم شدی؟ همه با همون یه جمله محرم میشن. کسی جدول مندلیف حفظ نمی‌کنه. Thank you.
سلام علیکم. سلام. کار کردن روی ماشین داداش ایراد داره، ولی روی ماشین دیگران عیبی نداره. کار که آر نیست اخوی. بهت افتخار میکنم که تو کار دنو ارزون فروش نیستی. شما مگه قرار نبود برگردیم قول؟ مزد حمالی و بردن بار آدما از خود آدما بیشتر. بسم الله. کاری نداشتم. گفتم خدایا نیت میکنم امروز نیابتن از طرف اخوی کار کنم تا دستش خالی نمون. شما با این لباس رفتیم باربری؟ حرمت خودتون رو نگه نمیدارین، حرمت لباس آقا جون رو نگه میداشتین. این لباس رو مثل همیشه میشه درش آورد، تا کرد گذاشت کنار صندلی. ماشین زنداداشه ولی؟ خیلی وقتا با خودم فکر میکنم اگه تو زندگیم این همه مشکل دارم، نمیتونم دست پریما رو بگیرم ببرمش یه جای آلونک واسش اجاره کنم، همش واس خاطر اینه که بابا رو خیلی اذیت کردم، نشدم اونی که میخواست. عجید که اونطوری شد، شما هم که وارث لباسش شدی، نشدم پسر بده این نوح که سوار کشتی نشد. عاشق شدی رفت پیکارش، خوب موقعی رسیدم. خیلی وقت پیشا تازه یکی دو سال بود تو میرفتی کلاس موسیقی، یه روز اومدم خونه، خدا بیامرزش، دیدم آقا جون زده زیر آواز از دل میخونه. تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی. گریه نکن، بذار بقیه شو بسد بگی. رفتم جلو و تا منو دید یه هب خودشو جمع و جور کرد و هول ورش داشت و دست پاچه شد و بعد میدونی چی گفت؟ گفت این پدر سوخته وقتی اینا رو میخونه من یاد مجید میافتم. یاد اون شبی که اومدن دم در گفتن آج آقا مجیدتون مفقود الاثر شده، ولی منتظر باشین انشالله که اسیر شده برمیگرد. سعید جونم خیلی خوب کردی اومدی. مرضیه نرو. ببین آقای علی اکبر یا هرچی، تنها نقطه مشترک من و شما اینه که جفتمون موسیقی کار میکنیم، در غیر این صورت هیچ ربطی به هم دیگه نداره. با همین ساز زدنمون ربطشه دیگه. آقا لامصب این بیرون کی به ما ربط داره؟ چی میگی تو؟ فکر کردی زندگی همش اینه که بشینی تو خونه ساز بزنی؟ بعدش هم اصلا خوشم نمیاد برمیداری تو گروه آهنگ میذاری مینویسی تقدیم به عشقم مرضیه. آقای محترم من عشق شما نیستم. چرا؟ چون اسمم علی اکبره؟ چون بی پولم؟ اگه جای این قراضه شاسی بلندشم زنم میشدی؟ باور کن با من خوشبخت نمیشی. اب ندارم، من میخوام بدبخت شم. من اصلا بدبخت به دنیا اومدم، نمیخوام خوشبخت شم. ای بابا این همه دختر چه گیری داده به من؟ چون من مثلا مسلمونم و تو هم کلیمی اینو میگی؟ آره فکر کردی نمیدونم؟ میدونی؟ دل که کلیمی و مسلمون نمیفهمه، عرب عجم نمیشناسه، لاکردار دل دله، میشکنه میسوزه، دل پاره میشه، دل خون میشه، دل عاشق میشه، حرفم سرش نمیشه، نه هوش داره نه گوش داره. خیلی خوب یه دقیقه وایس تون نرو. اگه ادعات میشه که عاشقی و واقعا منو دوست داری، من دلم میخواد با یه پسر کلیمی ازدواج کنم. خواهش میکنم دیگه دنبال من نیا. عشق باز شما شیکه، لاکردار با دلتون به زبان فرانسه حرف میزنید. عشق واسه ما مثل پالون این خر دجاله که شب میدوزیمش صبح جروا جره. کل زندگیمو ریخته تو کوچه، سازمو انداخته کاسش ترک ورداشته. ای بابا میدی موسیو برای درست میکنه، قصه نخور.
وای پری ماه، من اعصاب ندارم، تو هم هی جوک میگی. مگه آفتاب مسیه بدیم لحیمش کنن؟ میگم چی بابا تو هم وقتی رو بردی؟ دارم عشقی میخونم ها. همینو کم داشتیم، عشقی میخونم. بچه ها کجا؟ خانداداشت کجاست؟ خانداداشم که رفته ایناش دنبال فسخ قرارداد خونه. ابراهیمی هم با وانت رفته دنبال بقیه بچه ها. سلام علیکم. مخلصیم. چی شد؟ سلام و بس سلام. تمام شد، خلاص. خیال خدا بخت. خیرت بده. دست بچه ها کجا هم ابراهیمی؟ الان میاد ابراهیمی. آره عزیزم، میشه دوباره آهنگ اصفهان رو بخونین؟ آره عزیزم. نه آقا رضا دیگه هیچی نمیخونه. آقا رضا زن بچه مردم اینجا رد میشن، جمع کنیم بساط تو. آقا منظورتون چیه؟ ما همون زن و بچه ایم که میفرمایید. شما خونه جوش نیاد خواهرم، شما خونه جوش نیاد عزیز دل برادرم. قربونتون برم، اینا که دیگه دارن زحمت رو کم میکنن. تمام شد رفت دیگه. حاج آقا از شما انتظار برخورد محکمتری داریم با اینا. برخورد تند خسارت به بار میاره. اینا که شعراشون خیلی خوبه، سنتی و اصیل هم میزنن. الان همین آقازاده شما فردای روزگار بلند شه بره لیدی گاگا ببینه، خوبه؟ خوب نیست دیگه، قربونتون برم. چی داره به سرم میاد؟ بیا بریم. خیر ان شاء الله. خیر ان شاء الله. بچه‌ها سازاتون همراهتونه؟ اگه ساز بزنید. اجرای خیابونی؟ آهنگ درخواستی داریم. اصفهان استاد تاج. چی میگن اینا؟ اجرای خیابونی یعنی چی؟ لجبازه، فایده نداره. به اصفهان را که تا بنگری بهشت سانی، به زنده روبش سلامی ز چشم ما رسانی، ببر از وفا کنار جان ها، به گل چهره گل سلام ما، ببر از جفا کنار جان ها، به گل چهره گل سلام ما. سلام موسیو. معرف دیگه مزاحمت ما شب تا صبح شده، ایرادی که نداره. ایرادی نداره، فقط زیر زمین دارش بساست، اونجا کسی نباید بره. دستتون چی شده؟ چیزی نیست، بریده. ای بابا خب بیشتر مواظبت کنی. سلام علیکم. سلام علیک حاج آقا و رحمت الله و برکات. ماشاءالله موسی و مطالعه دارن و خودشون یه پا شیخ. کجایی؟ نه ترس منم. چه خبره موسیو؟ سر و صداهایی میشنوم. سر و صدا رو که همه میشنوفن. دلواپسم که مبادا آجانا فهمیده باشن که افتخار رابطه بین ما و جرایده. اونا هیچی نمیفهمه. خیالات نگو موسیو. من سال هست تو دنیای خودم هستم، بذار اونام تو دنیای خودشون باشن. من اینجا دارم میپوسم موسیو. شاعر اگه شاعر باشه هیچ وقت نمیپوسه، مثل شعر خوب. عیسی نمرده برای اینکه هنوز هستن کسایی که فکرشو زنده نگه میدارن.
اینقدر آدم های فاسد برای گندیده شدن صاف بسن که تا صبح قیامت هم نوبت به مانتو نمیرسه. بارو برای حفظ جون خودتون هم که شده باید اینجا بمونید. الان مملکت قاطی پاتیه. همنشینی با شما برای من غنیمته. نترس. زندان موسیو خاچیک تمشیت نداره. فرار کن موسیو. خودتو اون دختر از زندگی من ببر بیرون. اینجا هیچ جرمی بدتر از وفاداری نیست. میخوام تنهاتون بذارم اما من میدونم دست خودم نیست. ها کیه؟ قادقانه. چی شده موسیو چیه؟ از همون اولم گفتم سمت زیر زمین نیای. من سر صدا اومد فکر کنم اتفاقی افتاده با کسی حرفتون شده. من چیکار دارم اینجا؟ با کی؟ اینجا جز مالاتو کسی نیست. باشه برو. خواهش میکنم بنده خدا. بفرمایید عقب تشریف بیارید. بفرمایید عقب. خواهش میکنم. حالا باز کنید اینجا. خانم یه خورده عقب تشریف داشته باشید. چی شده؟ بنده خدا. آقا خواهش میکنم. بنده خدا رفت شانسی آورده بیچاره زن بچه‌اش. بکنم شما میشناسید. بفرمایید خواهش میکنم پدر جان بفرمایید. ای داد بیداد. اینو برچی برشتی پدر جان؟ این شانز مانه عجب. را بیا فهم کنن تری. را بیا فهم کنن. واسه چی؟ میگم ساز مانه خودم ساختم. میشناسم ساز خودمو. اونجا مشخص میشه احساس بری که جان سروا آقا رو منتقل کنید کنن تری. چشم بخشی خانم خواهش میکنم. آقا بفرمید. با حرفایی میزه. بابا این ساز مانه. خوبی؟ چی بگم؟ چیه بسته به در آخه؟ تو نمیدونی دیشب من چی کشیدم؟ یه دقیقه هم خوابم نبرد. دیوونه خونه هست اینجا؟ دیوونه خونه چیه؟ بابا دستش بریده. تو هم بی خودی حساسی. اینو به خاطر من بسته اینجا. موسیو تا اون روی منو بالا نهره ولکن نیست. من اینجا بمون نیستم پریما. نخند. دیشب نمیدونی تو اون زیر زمین داشت چی کار میکرد؟ با خودش حرف میزد، با جن حرف میزد، ما سر در نیاوردیم. بسته دیگه رضا. نه موسیو میدونه من از پریما خوشم میاد، هی گیر داده اینطوری میکنه با من. دیوونه از خودش، ما هم دیوونه کرده. من به داداشم زنگ زدم بیاد منو برداره ببره قم. خیلی خوب دیگه، حالا تو هم با خودش حرف میزنه چون تنهاست. تو برو پیشش با تو حرف. بس کن پریما. میبینی رو موسیو حساس شده، تو هم دیگه حالا اینقدر ازش طرفداری نکن. داخل پدر جان، آدم از هر چیزی که خوشش اومد که ور نمیداره که، حتی اگه ساخته دست دوست آدم باشه. بله سعی میفهمم. منتها جناب سروان، این رفیق من تو حال خودش نیست. چه مرگت تو؟ علی اکبر شیدا دیگه کدوم خریه؟ بدبخت اون یارو داشت میفرستاده تیمارستان، دیوون خونه. آخرش با این خربازیات آبرومونه میبری، هم خودت بدبخت میکنی هم منو به روز سیاه میشونی. آقای محترم استاد مشنگ داره کارمون میگیره. یادت رفته تو چه فلاکتی زندگی میکردی؟ نون نداشتی بخوری. حالا آقا چشمش خورده به پول، رم کرد. خاچیک لگت به بخت خودت نزن. ببین چه؟ چرا حرف نمیزنی حالا؟ تظاهر به هنرمند بودن سخت‌تر از هنرمند شدنه. دلم برات میسوزه رسولی، همه چیز تقلبیه،
حتی این فامیلیت اون دنباله روس رو از روش برداشتی. راستی خیلی هم حرف میزنی. آدمی که ذهنش بسته است این دهانش همیشه بازه. Gravity Stay the hell away from me. موسیو چرا نیومد؟ دیر کرده. منم دلشوره دارم. اینا هم که گوش مفکی رو بردن ولکن نیست. هریما اینا بد جوری رو مخه منن. دیر اومدن به ما چه آخه چه نمیرن؟ فکر کردی من خوشم میاد؟ به خاطر بدهی جنابالی گفتیم بیان. بس که یادت رفته هیچ کدوم دیگه پول نداری؟ یادم نرفته، هیچ وقت هم یادم نمیره. قرارم این سهی اینو بکنی تو مخ من. حالت خوبه؟ از این بهتر نمیشه. حالا به پولش میارزه؟ نه دیگه، میرفتیم عروسی میزدیم بهتر. میرفتیم عروسی چی میزدیم؟ مرغ سحر میزدیم؟ باور کن بهتر از این وضعیت. بریم تو ببینم چه خبره. سنم رفت. بس بابا مغزمون چشم بچه ها. موسیو اومد. بریم اینا رو ساکت کنی الان خون را میندازه. چارمو میکنه. سلام موسیو. جواب من نمیده اصلا. موسیو سلام. چیزی شده؟ اتفاق افتاده موسیو؟ علی اکبر مرد. علی اکبر؟ کدوم علی اکبر؟ شیده. علی اکبر خان شیده. دیروز مهمان من بود همینجا، با هم حرف زدیم، برام ساز زد، این سراغ جواد آقای نونوار از من گرفت. حسابی خاطی کرد و سراغ جواد آقای نونوار رو گرفته. شیده چه شده تو؟ شیوا ها؟ موسیو میگه علی اکبر مرد. به تو چه؟ اینجا همه یه تختشون کمه ها. بیا بریم بیرون، بیا بریم یه هوایی بخور به کله. عمو خاچیک، اون یه 100 سال مرده. امشب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام. حبیبم اگر خوابه، خب طبیبم رو میخوام. اگه هیچ کدوم نیستن، رقیبم رو کشتیش. تو کشتیش. پلک شاه خودم نداره، تازه فهمیده شیدا مرده. جواب نمیده. کی؟ همین پسر علی اکبر. یکی اینو عبر در بیاره. موسیقی که گوشای سنگینه. پریما و رضا هم که دوتا کبوتر عاشق، خونه رضا هم که اینجاست. بریم تا با خیال راحت واسه هم بغبغو کنن. بیاد بریم. تو که حتما برو، وگه نه همچی میزنم تو سرت که این دیو شاخ شکسته تن رو بکشی عرعر کنی با اون صدات. باز به اصول و سنت ها توهین شد. چه پر رو بدهیدش به من. مانعی نیست، برگردید. افتخار همه آفاق با منظور منی
منی چه میشه شب هجر اگر به پایان رسد چه میشه اگر بار غم به منزل رسد چه گرده سر من اگر به سامان رسد چه میشه زغمت خون میگریم به نگر چون میگریم ز مجده میریزد ز جگر خونی آید ز جگر خونی آید افتخار دل و جان میآید یار و هم کلام منه برای استاد و شاعری مثل شما که هم کلامی و هم نشانی واسه یه بیداد 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 خلق زبانم را نمی فهمند از منظر آنها من دیوانم تنها این دو سگ شاهدان صحت و سلامتی منه من همه ی زبان ها رو بلدم الان خصوص زبان عشق خب این دو تجلی معنی دوستی و عشقند اگر اینها رو از خانه بیرون کنین من هم میروم من احساسی دارم در خور دستای شما داری استاد بی‌نظیر یادگار چه کسی است که وقتی موسی و خاچیک نام آن را بر زبان میراند اشک در چشمانش میلرزد ادوین برادرم برادر بزرگم هرچی یاد گرفتم از اون بود گاهی شبا بهم سار میزنه امشب کجاست؟ نمیاد مرده در آستانه پله‌ها دختری را دیدم به گمانم افتخار بود دختر ناصرالدین شاه همان شیرین فرهاد کش افتخار همدم امانه الان شاید شبیه افتخار و سرطنه شما باشه همینجور همیشه به هر شکل و صورت دیگه ای در میاد تلافه کرده منو با این عوض شدن در عجب هم تو چرا سگ نداری اما الان میبینم شاید در سرت مجمع الوحوشی داری و من نمیبینم بریم میدانی موسیو من خودم موزه امراض جهانم از بغداد تا استانبول رفتم برای این درد مزمن کوفتی اما نتیجه ای حاصل نشد شهید مشروطه است یا در کودتای سردار سپه به تیر غیب گرفتار شده ادوین تو جنگ کشته شد در استقلال ارمنستان کشته شده؟ داستانش طولانیه در راه وطن مرد ای داد بیداد یک عمر است که میگویم ای داد بیداد ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت ای داد بیداد ای داد بیداد
شنیدم فرخی یزدی را حبس کردند. وکیل از خدا بی خبری مانند الوات چال میدان با کله به صورتش کوبیده. در شهری که وکیل مردم با سر به صورت شاعرش می کوبد، از گزم و آجانش چه انتظاری می رود؟ ای داد بیداد، تو هم که لفظ مرا به خودم می فروشی موسیو. همه باید یک صدا از صبح تا شام بگوییم ای داد بیداد. شنیدم حکم دادن در خانه تو تحت نظر باشد. او اینجاست؟ نه. شامه من مانند سگانم تیز است موسیو. فرخی اینجاست. قادقانه، اگه بدونن با اون ملاقات کردی در دام همه رو میکشن. کسی رو نبینه برای خودش بهتره. دیشب هم با هم دعوا کردیم. شنیدم موسیو، شنیدم. دست از سر فرخی بردارید. از عشق خواندن دیگر جایز نیست. نخست که دیدمت گمان بردم گدایی آمده سله بگیرد، اما حال من آمدم تا از تو سله بستانم، از تو و اشعارت. سله ای که تنها از صدای تو میتوان گرفت. صدایی که لخته خون دارد یارای خواندنش نیست بانو. صدایم را در پسله ها و کوچه های خونالود تهران کنار جنازه های شهیدان جا گذاشتم. صدایم بوی غربت و بی کسی می دهد. بوی بی کسی داشتن بهتر از بوی با هر کس و ناکس بودن است. بخوانید، نه برای من، برای فرخی ها. بخوانید. از خون جوانان وطن لاله، وطن لاله، وطن لاله دمیده. از ماتم سر و قدشان سر و جانم سر و خدا سر و خمیده. در سایه گل بلبل از این در تنهایی و فقر. خدایا این چه دنیاییست؟
به قول خودش ایداد بیداد، ایداد بیداد. تو بالا سرش باش. اجل به من امون نمیده تا موسیو برگرده. میخوام برم پشت پنجره یه بار دیگه آسمون وطن رو ببینم و بمیرم. سگ‌ها مراقبت کن دختر، تو این دنیا هیچی اندازه سگا برای من ارزش نداره. توف به این روزگار سفل پرور نخبه کش. خدا رو شکر بهتره. یه کمی پول داشتم گفتم بدم به رضا مشکلش حل بشه. خون که قبول نمیکنه. اگه بگی مال خودته قبول میکنه. چرا؟ من نگرانشم. دیشب تا صبح با خودش هزیان میگفت. آمده بود پشت دار زیر زمین با خودش حرف میزد، سراغ فرخی یازدی رو آزمان میگرفت. شما خودتون هزار تا مشکل داریم. لازم ندارم، یک کمی بدهی داشتم از روش برداشتم. آخش هوای تهران چقدر خوب شده امروز خدا رو شکر. خیلی خوشحالم کردی پیشم موندی یا دست در نکنه. مامانم بیچاره دیشب تا حالا 10 بار تلفن زد، نگرانی مرد. امروز چیکار کنیم؟ تمرین نکنیم؟ با این حال روز تو که نمیشه تمرین کرد، تعطیلش کردم. چرا با خودت اینجوری میکنی؟ آه چی کار کنم؟ انقدر این چند وقت بد آوردم افتادم به قرص خوردن. قرص اعصابم که بخوری دیگه حال و اوضاع است. اینا چیه؟ این همه پول از کجا آوردی تو؟ دست کسی داشتم آورد برام. گفتم بذارم برا تو، بالاخره برا بدهیات و اگه خواستی جایی رو بگیری. بس ببینم پری ماه، تو الان خودتی یا من یکی دیگم؟ میدونستم زودتر قش میکردم. الانم اگه بخوای میتونم برات بمیرم. رو همین مب دراز به دراز میافتم میمیرم. مسخره بازی در نیار. اگه بدونی از دیشب تا حالا چه به سر من و موسیو آوردی. از بیمارستان که آوردیمت هنوز داشتی هزیون میگفتی. دکتر گفت مسمومیت دارویی و فشار عصبی و همه اینا با هم قاطی شده. خواستم زنگ بزنم به داداشت. زنگ نزدی بهش که؟ زنگ موبایلم کجاست؟ دست منه، بیا. من شاید برم اصفهان. سعید میگه مادر زیاد حالش خوب نیست. آره برو حتما. تمرین رو چیکار کنیم؟ بالاخره یک کارش میکنیم. سگا. چی گفتی؟ گفتی سگا؟ بریم دیر شده. اه تو این رو دیده بودی پری؟ آه چطوری پالمون؟ خوبم به لطف شما، خیلی زحمت دادیم ببخشید. آه تو رحمتیه. بیا اینم با خودت ببر. خدا نگهدار. آجو بشینه. ای چون چمرتی. اینو چرا داد به من؟ میدیش به من؟ مال تحفه که نیست. ادوین محشره. آره محشر به پا میکنه. به خاطر خودتو نکنید این کارو. به خاطر این دختر، به خاطر خدا، به خاطر مردم باید بره بیرون. اون بیرون هستن کسانی که منتظر. بیرون هیچ کس منتظر شما نیست. انگار همه خوابن. نگو خواب موسیو، بگو جادو شده. من نمیذارم. بدش به من، خواهش میکنم. نمیتونم. تو چه مرگ ته؟ بدش به من. بگو بیرون چه خبره.
بگو هیچ کس شعرشو نمیخونه. بگو بیرون چی میشنوی، چی میبینی؟ بیرون هیچ خبری نیست، همه رفتن دنبال خاره دجال. فقط از در تنگ میشه به حضور خدا رسید. راه جهنم پهنه و دروازش بزرگ تا همه ازش عبور کنن. اونا خونتون رو میریزن، جونتون رو میگیرن. چرا این کاره میکنید؟ چون چیزایی با ارزشتری به هم میدن، شرف، عزت، آبرو و عشق. موسیو چی میشه یه شب هم ما اینجا اجرا بریم؟ چرا نمیشه؟ این مجوز به اون میدن؟ آره میدن، چرا ندن؟ بچه ها پری اومد، ناراحته. بفهمم فیلمشه بابا، فیلمشه. ببین 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 حالا انشالله رضا میره خانواده‌اش رو میبینه، بهتر میشه. ای وای، خدا بیامرزدش. میشناختیش؟ آره، شاعر بود و دوست موسیو. تنها کسی بود که تو محله قصه‌هاش رو باور میکرد. طفلن همیشه هواشو داشت بهش نسیه میداد. چون اینجوری بایی مست که موسیو کار کرد. اینا چیه موسیو؟ خون، خون یه شهید. ادوین دستت داره خون میاد. نه، این رنگ خون نیست. اینا چی؟ اینا هم رنگه؟ نه، اونا خونه. خون پاک. موسیو چیزی لازم نداری؟ حالت خوبه؟ خوبم. بنده خدا همش توی اتاق تنهاست. من نمیدونم واقعا ساز میسازه. سال دو ستایی میسازه، ولی اصلا معلوم نیست کجا به کی میفروشه. خودش میگه عارف قزوینی و علی اکبر خان شیدا سازان آزمایش میکنه. تفلکی پس کلن رد داده. خودش شفاش امروز چشاشو دیدم و واقعا ترسیدم. این چش ارواح بود. مگه تو تا حالا چشم ارواح دیدی؟ آره امروز دیدم. بچه ها من به شیوا هم گفتم تا رضا برنگشته شیوا جای رضا بخونه. خیلی خوبه، یعنی همه با هم باشه. من فکر میکنم بتونم بخونم، خیلی وقت نخوندم. برای چی نتونی بخونی؟ اتفاقا میتونی، خیلی هم خوب میتونی. تو شیوایی، صدات عالیه. دیگه من اون شیوای سابق نیستم. شیوا دیگه مرد. نه اینم سندش. Yeah.
پس کی بود؟ قمر تو پاره پاری ما پاری قمر مشکلش چی بوده؟ هیجان زیاد فشارشو برده بالا. بازم توصیه میکنم ببریدش بیمارستان، یه شکار کامل ازش انجام بشه. تو این سن خیلی خطرناکه. ببینین که زیر بار نمیره. خودتون پس مراقبش باشید. فعلا باید نیست. مرسی. خدا نگهدارت. من مریض خانه نمیام. من مهمان دارم. مهمونت کیه؟ من بهش زنگ میزنم میگم یه روز دیگه بیاد. تلفن نداره. شما رو میبرم بیمارستان، خودم میرم در خونش باش حرف میزنم، قول میدم. خوبه موسیو؟ بازم ادوین قراره بیاد؟ چرا نمیذاری ببرمت بیمارستان؟ من مهمان دارم، تا تو هستی اون نمیاد. افتخار باید بیاد. مگه من افتخارت نیستم؟ من در وا میکنم دیگه، مهمونت کجاست؟ زهیر دوله. الو شیوا کجایی؟ من اینجا قبرستون زهیر دوله. چطور مگه؟ اینجا چی کار میکنی؟ سر قبر قمرم، سالوز مرگشه دیگه. چی شده؟ ببین موسی حالش بده، من میرم دکتر بیارم بالا سرش. باشه تو هم زود بیا. آمدی ترسم این بود بیاد تو نباشی. کی بیاد؟ امشب مهمون خونه موسیو کیه؟ بانو قمر. قمر؟ بانو قمر الملوک؟ بانو قمر امشب مهمان خانه منه، باور میکنی؟ باور من تویی. بانو قمر از هنرمندای اصیله. میخوام خونه مثل دسته گل باشه. خونه میسازم لایق وجودش. میخوام روی تمام دیواره بنویسم از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست. مینویسم به خط خوش، همه جا عود روشن میکنم. الو، معلوم هست کدوم گوری هستی؟ من دکتر حسامی هستم خانم، پری جون داره رانندگی میکنه. معذرت میخوام خانم دکتر، ببخشید من 10 دقیقه از پشت درم که سر باز نمیکنه. اگه احیانا رفتین داخل بهم اطلاع بدین که اگه کمکی لازم شد بهتون بگم. مرسی، خیلی ممنون. چشم. میهمان آمده است، اما بیشتر به گدایان میماند تا بانو قمر الملوک. اون با هر لباسی بانوی آسمان موزیک این سرزمینه. این همه تشریفات لازم نبود، ما به همون کلبه درویشی خانه ایم. شما مهمان من نیستید، مهمان قلب مردمید. وقتی هم کسی مهمان قلب مردم باشه با چوب و چماغم بیرون نمیره. شبیه پیش خدمت های گران هتل شدید موسیو. من هر طور که در خدمت باشم برام غنیمته. برای چی خواستیم بیام اینجا؟ سخت هم بود خیلی. اگه ما رو به صدای خودتون مهمان کنید دیگه در دنیا غمی ندارم. باور کنید که این قمر دیگه اون قمر نیست. این قمر همتای قمر آسمونه. در تعریف مبالغه میکنید.
من که پستاد مردخای نیداوود نیستم، من ستار میزنم. تار تو دستای اون افسون شد، با صدای شما افسانه برای مردم. من یه دلی میکنم. یادش بخیر، در گران هتل خواندیم و مردم چه کردن. شاه من ماه من رو میزنم. من یادم نمیاد. پس موسم گل رو میزنم، اینو همه بلدن. چرا دل عاشقا و مشتاقا را میشکنید؟ اشتباه گرفتید. من قمر گدا موسیو. قمر الملوک مرده. سال هاست که سینه قبرستون زهیر الدوله است. نه قمر نمیبینه. قمر مردنی نیست. من قمر گدا. قمر گدا. گدای گوش‌های مطمئن. دستتو بده تا با هم بریم. با چی بریم؟ با چی بریم؟ با عشق موسیو. هنرمند به توسن عشق سواره که رفیق مرکب مرگه. این تنگ تر از زهدان مادر رو رها کن که سال هاست از سقف آسمونش به جای بارون رحمت عشق مهنت میباره. دلبسته دنیا نیستم که نتونم ترکش کنم. اما تو بگو بی انصاف، بی افتخار کجا برم؟ بیداد بیداد، ای داد بیداد، از این عابد فریب زاهد شکار افتخار و سلطنه. این پریما شاه و گدا رو بی تفاوت دل داده خودش میکنه. دل سوت دلان رو تسلی میده و روح و شاب و تجلی. از بخت بعد من رقیبی مصدد حسیم. نه، ما همدردیم و رفیق. رفیقیم. چی شده؟ دیر شده، خیلی دیر شده. خاچیک رفیق خوبی برای من بود. آقا رضا، خاچیک هرچی داشته رو به گروهتون داده، همه سازاش هم به تو بخشیده. پریما،